بسم الله الرحمن الرحیم. خب زکات چرا زکات میگن؟ به خاطری که اگر زکات مال پرداخته شود مال انسان زیاد میشه. عجیب، بظاهر که یک مقداری از مال خود به زکات میدی خب مال کم میشه، لیکن در حقیقت مال تو زیاد میشه. صدقتن فی اموالهم، زکات در مالی از اینا فرضه. از این چرا دانسته میشه؟ از این دانسته میشود که زکات در مالی فرض است که مملوک انسان باشد. اگر مملوک انسان نباشد زکات اونجا نیست. مثل مال اوقاف، اسباب دخول جنت، دو تا سبب برای دخول جنت وجود داره: یک عمل، دوم رحمت الله. یک سبب ظاهری هست، دوم سبب حقیقی. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. أول راجب كتاب صحيح إمام بخاري محمد بن إسماعيل بخاري. طبيعي است که در كتاب الإيمان راجب إمام بخاري معلومات برتون داده شده یا داده میشه. شخصیت بزرگی است در عالم اسلام. امام بخاری رحمت الله علیه او شخصیتی است که در تمام قرنهای اسلامی علمای برازنده و بسیار مشهور عالم اسلام ایرا از جمله عالم نمونهی تسلیم کردن، یعنی حافظه امام بخاری رحمت الله علیه شخصیتی از ای و کتابی که نوشته کرد ابن عجر اسقلانی رحمت الله علیه در برای ازی میگه ابن صلاح که تمامی امت این کتاب پذیرفتن که همه روایاتی که در صحیح البخاری هست بدون تکرار 4000 حدیث بدون تکرار این همه صحیح است. گرچه دسیسه های وجود داره، ما و شما مسلمان ها من حیث مسلمان باید آگاه باشیم از این قضایا، حرکت های بسیار منفی وجود داره. فعلا در افغانستان از طریق شبکه ها، از طریق بعضی حنجره های بسیار فاسد، متاسفانه یک تعداد اهل سنت نه تنها اهل تشیع میخوان که کوشش میکنن بعضی روایات صحیح البخاری را بگوین صحیح نیست. اصل هدف چی هست؟ هدفی از اونها رخنه شکنی هست. ولی اهل سنت به اتفاق نظر کتاب صحیح البخاری و صحیح مسلم این دو کتابی است که در روایات این دو کتاب دیگر حرفی وجود نداره، یعنی به زبان بسیار ساده این روایات بدون هیچ مشکلی از پیامبر بزرگ اسلام با سند بسیار قوی ثابت است. پس هر مسئله ای که در صحیح البخاری هست و هر مسئله ای که در صحیح مسلم هست در روشنی روایاتی که از پیامبر اسلام هست او از پیامبر نقل شده باید انسان را بپذیره. یک اساس است و یک ایده میخواه که رخنه را بشکنن، میگه نه خیر، محمد ابن اسماعیل بخاری در کتابش بعضی روایاتی مبالغ آمیز آورده و اکثر بیرقدارای ای تفکر شیعه هستن اهل تشیع. امام بخاری رحمت الله علیه شخصیت بسیار بزرگی داره. شما راجع به احوال امام بخاری مسلکی و تخنیکی در کتاب الایمان شما انشاءالله میخوانین، یک حرف هیچ وقت از یادتون نبرین که روایات صحیح البخاری همه از پیامبر اسلام با سند درست ثابته و همه قابل عمل هست. سخن که از پیامبر رسید دیگری بسیار جای من نمیدانم که سر یک ایده چرا خلاص نمیشه. سخن که به پیامبر اسلام رسید او پیغمبر از باید با عمل کنی، میگه نه خیر ما عمل نمیکنیم به خاطری که فلانی ای تو گفته فلانی این عجیبه. من نمیدانم چرا شرح صدر به بعضی ها نمیشه بد شو، ولی ما و شما این کتاب باید معیار قرار بدیم. دعوت در عصر امروزی ما و شما، در عصر امروزی و فعلی در عصری که ما و شما زندگی میکنیم، دعوت صدها برابر با ارزشتر از الماس است. اما از دیگه ببینیم و قلیل من عبادی شکور، شما در یک کورس اگر برین، در یک کلاب اگر برین، با اینکه پیسه هم میتن
ولی دنیای از مردم میبینی جمع شد. ولی اهداف اسلام، آرمانهای اسلام، ارزشهای اسلامی روز به روز نادیده گرفته میشه و مردم کم تمایل داره به این و این خیلی جای تأسف است. خب حالا ما و شما آنچه که میخوانیم از کتاب سهیل بخاری کتاب زکات هست. زکات سوم رکنی از اسلام هست. اول ایمان، دوم هم نماز، سوم هم زکات. و این ترتیب ایمان بخاری رو متعلم هم تور کرده و کتاب الایمان، کتاب الصلاة، زکات. اینجا زکات در لغت زکا یزگو زکاتن به معنای پاکی و همچنین به معنای نمو رشد زکات. خب زکات چرا زکات میگن؟ به خاطر که اگر زکات مال پرداخته شوه مال انسان زیاد میشه. عجیب، بظاهر که یک مقداری از مال خود به زکات میتی خب مال کم میشه، لیکن در حقیقت مال تو زیاد میشه. برکت الله میاندازه. برکت بسیار چیزی غیر مرئی است، قابل دید نیست، ولی برکت چیزی هست که آدم حیران میمانه. به همین خاطر شما وقتی که بازار میرین در جیبتان اگر پول هست شمار نکنین، اونقدر شمار نکنین، چرا که زمانی که دست زدی باز افشا میشه راز. در موبایلتان اگر کردیت هست یک مقدار قدر حساب نگیرید چند تا مانده. گاه الله متعال غیر مرئی او را زیاد میکنه، به شرطی که حلال باشه، پاک باشه. قدم های انسان به خاطر الله باشه، الله در عمری از او، در مالی از او برکت می اندازه و او برکت ما تو دیده نمیتونیم. همیشه انسان بعد عموم معیار قرار بگیره که این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، باز وقت برکت انداخته میشه. بظاهر حجم خیلی کم، لیکن معنویاتی از او. زکات برای زیادتی مال هست، زکات پرداخته شد مال زیاد میشه. به همین خاطر است که زکات در لغت به معنای پاکی و نمو زیاد شده. مال انسان زیاد میشه، دین انسان زیاد میشه، تزکیه نفس. و در اصطلاح زکات چرا میگن؟ زکات در اصطلاح اسم لمال مخصوص بعد نصاب، نام است برای مال مخصوص بعد از اینکه به حد نصاب میرسه. مال ها فرق میکنه، حالا که انشاءالله ما شما باز بحث میکنیم، اما مال فرق داره، ولی به قدر نصاب وقتی که میرسه یک مقدار مال میپردازی، این رو میگن زکات. زکات همیست که یک مقدار مال مخصوص پرداخته میشه بعد از اینکه حد نصاب تکمیل میشه. زکات فرض است. فرضیت زکات در مکه معظمه فرض شده بود. زکات در مکه اول فرض بود، لیکن بدون تعیین الانسبه، بدون مقدار الانسبه، مقدار نصاب که از این مقدار رو پرداز از اون مقدار در مکه نبود، ولی مطلق زکات فرض بود. قرآن کریم میگه، قرآن عظیم شان میگه قد افلح المؤمنون الذين هم للزکات فاعلون. این سوره مؤمنون هست، سوره مکی هست. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة، سوره فصلت که مکی هست. همین تو آیات تعدده. در مکه معظمه زکات فرض شده بود، فرضیت زکات در مکه معظمه بود. حالا که اینجا یک روایت آورده در ابتدا قبل از روایت متصل که اونجا معلوم میشه که در مکه معظمه هم زکات فرض بود. زکات از بعضی اموال پرداختن زکات به اتفاق فرض هست، ولی بعضی اموال دیگر مالهای است که از اونها زکات دادن اختلافی هست. 9 یا 10 اموالی است که در روز زکات به اتفاق باید پرداخته شود. طلا یا طلا که ما شما میگیم، طلا و نقره و اقوات اربعه، یعنی آبین اگر در زینتان بگذارین باز یادتان نمیره، 4 تا قوت گندم، جو، انگور، خرما. این 4 قوت است، الحنطه و شعیر و العنب و تمر. گندم، جو و انگور و خرما، این 4 تا. از حیوانات
الابل والبقر والغنم، شتر، گاو و الغنم. غنم که به دو بخش تقسیم میشه، یکی المعز و الذن، بز و گوسفند. یه نو و یا ده تایی هست که زکات پرداختن از اینها فرض است به اتفاق نظر. طلا و نقره ای دو، و گندم سه، جو چار، انگور پنج، خرما شش، شتر هفت، گاو هم هشت، و غنم ای نو. اگر با دو بخش تقسیم میکنی بز نو و گوسفند هم ده، و هر دیز اگر یک شمار میکنی باز نو. یه نو تا اموالی هست که زکات از اینا پرداخته باید شوه. چه مقدار که بعدا انشاءالله ما شما میخوانیم از چهل گوسفند یکی و همچنین به ترتیب بعد پرداختش. بعضی اموال دیگری است که در اونها اختلاف هست، باز در جای از او انشاءالله ما شما بحث میکنیم. اموال تجارتی، در دکان انسان اموال داره، مال تجارتی، جواری، عسل. امام بخاری رحمت الله علیه راجع به عسل حرفای داره. از اینها پرداختی اموال. مال در کل به دو قسم است، یکی اموال ظاهری هست، دوم اموال باطنی. مال ظاهری و مال باطنی. اموال ظاهری چون که حفاظت یزی به دوش دولت هست، به شرطی که تمام شرایط دولت اسلامی باشه، خلافت اسلامی باشه، زکات در جای درست به مصرف برسه، این شرایط خود داره. ولی اموال در جایی که مال ظاهری حفاظتش چون که به دوش دولت هست، باید زکات اموال ظاهری را به دولت پرداخته شود، چرا که مال ظاهری را دولت حفاظت میکنه. مثلا چی؟ حیوانات و همچنین گندم و جو، این چیزهایی است که حفاظت یزی به دوش دولت هست، حفاظت کلی یزی. حالا نباید که دولت به حدی بی‌تفاوت باشه که دزدها بیان بز گوسفند تو را بغارت ببرن، سرقت کنن، بدزدن، یا گندم و جواری تو را هم بدزدن. نخیر، این اموال ظاهری هست چون که حفاظت یزی به دوش دولت هست، باید که زکات یزی را به کی بپردازی؟ به دولت. لیکن مالی که حفاظتش به دوش خود شخص است، او زکات یزی را به هر کس که پرداخت انسان اختیارش، به دولت ضروری نیست. مثلا پول نقد است، مثلا بعضی چیزای طلا و نقره یا بعضی چیزای هست، ایرا به دوش خودی اشخاص است. خب اگر یک فرمول بندی کنین، هر آنچه را که دولت حفاظت میکند باید زکات یزو به دولت پرداخته شود، و آنچه را که دولت حفاظت نمیکند شخص اجازه داره به هر کس که زکات بپردازه میپردازه. اما دولت، باز هم یادآور میشم، دولتی که بیت المال داره و او را در مصالح عامه مسلمان ها به مصرف میرسانه. و شما خدا هستی فتنه زندگی میکنیم. حالا انشاءالله در جریان عرض میکنیم که بعضی حرکت ها به ظاهر انسان در برابر از او بیتوجه هست، ولی در پرده بسیار حرکات خطرناک برای از بین بردن اسلام هست. مثلا ورزش ها. باب وجوب زکاتی. وجوب در اینجا با معنای فرض است. یکی تقسیم بندی در مذاهب هست متوجه باشین، که میگن فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است و سنت مؤکد است، و ای هم که حرام است و مکروه است، مکروه تنظیمی. مباح این تقسیماتی است که بعدها کرده شده. یه تقسیمات پیامبر بزرگ اسلام نکرده. اینجا وقتی ما میگیم کتاب وجوب زکات، به معنای که زکات فرض هست. وجوب زکات فرض هست. نفلی نیست، استحبابی نیست، اینجا فرضیت زکات هست. احادیثی بعدن میخونیم ما و شما که هر کس منکری زکات است و یا مانع زکات، با او جنگ کرده میشه. چه مانع زکات، چه منکری زکات، یا اینکه منکر باشه که به خلیفه مسلمان ها زکات نمیپردازه، با او جنگ صورت میگیره. و قول الله عز وجل و اقیم الصلاة و آت الزکات، نماز بخونین زکات بچین. یا از جمله باب امام بخاری هست رحمت الله علیه، تقریبا 35 آیت در قرآن کریم راجع به فرضیت زکات هست، فرضیت زکات به اثبات میرسونه. قال ابن عباس،
حدثني ابو سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ایرا گفته میشه از جمله معلقات امام بخاری رحمت الله علیه. در آغاز باب امام بخاری رحمت الله علیه بعض روایات را میاره که سند برای ذکر نمیکنه. ایرا میگن معلقات امام بخاری، معلقات. در ارتباط با معلقات امام بخاری رحمت الله علیه بار بار انشاءالله شما میشنوین حرفا. اگر به صیغه تمریز ذکر نکنه او اشاره به داره که کاملا حدیث است، مثلا حدثنی اخبرنی یا حدثنا میگه. اگر به صیغه تمریز ذکر کنه قیل، اگر به امراض به واژه ها اگر یادآوری شون سند یزور امام بخاری رحمت الله تضمین نمیگه، لیکن اتفاقاتی است که او روایات هم صحیح است، معلقات که امام بخاری رحمت الله آورده در کل اونها به حد حسن کم از کم میرسه. در معلقات مثلا که از جمله معلقات که آورده از عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه ابو سفیان رضی الله عنه، ابو سفیان که میشناسین، ابو سفیان رازهای الهی را الله خودش میفهمه، ما شما نمیفهمیم. بزرگترین حامی پیامبر ابو طالب، کاکای پیامبر اسلام، که حتی 3 سال هم در شعبی ابو طالب رفت با پیامبر اسلام، از دنیا به حالت کفر رفت. ابو سفیان رضی الله عنه تا فتح مکه علیه اسلام جنگید ولی مسلمان شد. این رازها را ما شما درک کرده نمیتونیم. بهتری است که در کارهای خدایی انسان دست نزنه. ابو سفیان صحابی هست. هند رضی الله عنها، هنده نگوین، هند مادر معاویه، این صحابی است که جیگری حمزه رضی الله عنه را کشیده بود ولی صحابی است، ایمان آورد. معاویه رضی الله عنه بچه ابو سفیان، ای صحابی هست. ام حبیبه دختر ابو سفیان، ازواج مطهرات، از همسرای پیامبر بزرگ اسلام هست. اینها خانواده ای که همه ایمان آوردن. ابو سفیان فذکر حدیث النبی صلی الله علیه وسلم فقال یأمرنا بالصلاة. ای هم حدیثی طویل و طولانی است که در اول صحیح البخاری آورده امام بخاری او را، که ابو سفیان به امرای هرقل صحبت میکنه. کان یامرنا بالصلاة والزکاة. در اینجا امام بخاری رحمت الله به این مناسبت آورده که پرسان شد هرقل از ابو سفیان، پرسان کرد که او کسی که دعوای پیغمبری داره در مکه شما را چی میگه؟ ابو سفیان میگه امو زعامت و یا رهبریم که جایگاهی که در قریش داشتم برام اجازه نداد که دروغ بگم. از من هرقل پرسان کرد که کی هست؟ ما یک و یک برش راست گفتم. میگه ما گفتم کان یامرنا بالصلاة، ما را امر میکنه نماز بخونیم، و الزکا، و امر میکنه ما را که زکات بتیم، و سیلتی، ما را امر میکنه که باید خشاوندی را مراعات کنیم، و العفاف، باید پاک دامن باشیم. ایره در درباره هرقل ابو سفیان تزکیه از پیامبر اسلام میکنه. خب در اینجا یامرنا، الامر للوجوب، امر برای وجوب هست، ما را امر میکنن که زکات باید بده. به این مناسبت را آورده که زکات فرض هست، باید زکات پرداخته شد. این با جمله معلقات. حالا حدیث میاره امام بخاری رحمت الله علیه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ای حدیث از عبدالله ابن عباس امام بخاری نقل میکنه. عبدالله ابن عباس زمانی که پیامبر اسلام وفات کرد، عبدالله ابن عباس، عبدالله پسر عباس، عباس کاکای پیامبر اسلام، وی بچه کاکای پیامبر بزرگ اسلام هست، وی 13 ساله بود که پیامبر وفات کرد. تقریبا 25 روایت از خودی پیامبر اسلام ای روایت میکنه، خودی عبدالله ابن عباس در عمر 13 سالگی، در عمر 13 سالگی که
اطفال ما و شما ببینین که مصروف چی چیزا هستن، ولی در عمر 13 سالگی مجموعه روایاتی که دیگر روایات عبدالله ابن عباس از صحابه اکرام است، از اصحاب بزرگ، مجموعه روایات که عبدالله ابن عباس حدیث نقل میکنه 1660 حدیث است، یعنی 1660 حدیث از پیغمبر اسلام مرفوع نقل میکنه، البته با واسطه دیگر اصحاب پیغمبر اسلام. این میگه که ما بچه خرد بودم، بعد از که پیغمبر وفات کرد یک انصاری را ما گفتم بیا بریم علم یاد بگیریم، و انصاری گفت چی ضرورت از ما و تو بچه خرد هستیم، اصحاب بزرگ اینجا ابوبکر از عمر است، عثمان هست، علی هست، عبدالله عباده ابن سامیت هست، دیگر اصحاب بزرگی هست، برای من چه ضرورت هست که علم امیا هستم بس هم. انصاری به امرای من رفت، ولی من میرفتم از طرف صبح قبل از نماز صبح و در دیگر نمازها میرفتم در دروازه اصحاب پیغمبر ایستاد میشم تا این کنها بیرون میشدن، دروازه را نمیزدم، از خانهش تا به مسجد ما از او پرسان میکردم، روایات پیغمبر یاد میگرفت، گاه از این صحابی، گاه از این صحابی، گاه از این صحابی، اونا میگفتن تو چرا دروازه را نزدی، چرا داخل تو نخیر. یک زمانی شد که حلقه بزرگ درس داشت در مسجد نبوی، بعد از که اصحاب پیغمبر وفات کرد، او انصاری که با امر یزی نیامد میگه ما آمدم که عبدالله ابن عباس حلقه بزرگ داره، مخلوق نشسته و از این روایت گوش میگیره، ما گفتم واقعی تو پسر کاکای پیغمبر اسلام هستی و این فتاوایی که داره بسیار زیاد است. عبدالله ابن عباس میگه که شیطان، از شیطان یفرح بموتی، شیطان به مرگ ما بسیار خوشحال میشه، چرا؟ ما هر بدعتی که پیدا میشم ما این بدعت رد میکنم، بدعت میگم این بدعت از این ناروا هست، و هر کس که بدعات رد کنه شیطان به مرگ از او خیلی خوشحال میشه، چرا؟ بدعات و موریانه از که دین از بین میبره، آیسته آیسته بالای سنتا پرده انداخته میشه، از زیر مثل سماروخ بدعت بیرون میشه و جای سنت میگیره، با مرگ من شیطان میگه خیلی خوشحال میشه. عبدالله ابن عباس میگه همین از حقیقت، هر عالمی که او میخواهد دین خدشه دار نشوه بدعات رد کند شیطان به مرگ از او خیلی خوشحال میشه. این عبدالله ابن عباس دلنهو با این که خرد بود در مشوره عثمان دلنهو، عمر دلنهو هم بود، شورای بزرگی که اصحای پیمبر، اصحای پیمبر کمی در ذهنشان چیزی پیدا شد که حالا ما هم بچه خرد داریم دیگه، ای 13 ساله و 14 ساله چی میکنه اینجا آمده، 16 ساله یا 17 ساله یا 18 ساله هم که باشه بزرگانش هستن ای در شورا. عمر رضی الله عنه یک روز امتحان گرفت، گفت که آدم هوشیار است به خاطر میرا در شورا میارم، پرسان کرد که سوره نصر دا جا نصر الله الفتح مفهومی آیت سوره چی هست، موضوع سوره را باید انسان بفهمه، مطلب یک سوره را از اصحاب بزرگ پرسان کرد عمر رضی الله عنه، اونا گفتن که صحاب سوره معناشی است که استغفار طلب کن، دین تکمیل شده و تسبیح بگو عبادت بیشتر کن. از عبدالله ابن عباس پرسان کرد که تو چی نظر داری که مطلب سوره چی است، عبدالله ابن عباس با این که خرد بود گفت که در این سوره الله متعال پیامبر خبر می ده که مرگ تو نزدیک است، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، در حالی که از مرگ چیزی یادآوری نشده جو قرآن کریم، اما میگه مرگ تو نزدیک است دین دیگه تکمیل شده. عمر دلان گفت ای است مطلب سوره، به این خاطر میرا آوردم. و ای حبر الامه البحر و ای القابر ده مفسر القرآن، یه عبدالله ابن عباس از جمله مصابی هست، خیلی مشهور هست، چند تا عبادله مشهور هستن، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، اینا مشهور هستن، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، ان النبی صلی الله علیه وسلم بعث معاذا الى اليمن، فرستاد پیغمبر اسلام معاذ ابن جبل را به سوی یمن، یمن همی یمنی که حالا جنجال هست، معاذ ابن جبل در دهم هجری یعنی 10 سال بعد از هجرت به سوی یمن فرستاد، قبل از حجت الوداع. در اون زمان دعوتگرا تنها تنها فرستاده می شدن به یک منطقه، مثلا در مدینه منوره فرستاد، قبل از اینکه پیامبر بیاید مصعب ابن عمیر رضی الله عنه فرستاد، به یمن معاذ فرستاد تا اینکه مردم دینش تعلیم بده، در اونجا می بودن دعوتگرا، می رفتن 1 سال 6 ماه چند وقت می بودن،
بعد از وفات پیغمبر اسلام از جمله اصحاب پیغمبر در اطراف و اکناف دنیا رفتن، مثلا علمای بسیار برجسته ای که مردم به دین دعوت میدادن و دین میاموختن در مدینه منوره زید ابن ثابت و عبدالله ابن عمر بود، در مکه معظمه عبدالله ابن عباس بود، در مصر عبدالله ابن عمرو ابن العاص، در کوفه عبدالله ابن مسعود، در بصره ابو موسی اشعری و انس رضی الله عنه، و در شام معاذ ابن جبل، عباده ابن صامت، ابو دردا رضی الله عنه. اینا جمله علمای بزرگ بودند و دیگر اصحاب پیغمبر هم برای مردم دین زنده نگاه می داشتند. فقال ادعوهم الى شهادت الله اله الا الله، روش دعوت، دعوت بده اونها را به اینکه شهادت و لا اله الا الله و انی رسول الله، که غیر از الله دیگر الهی نیست و ما رسول الله هستم. علت یزی ای است که تا که توحید درست نباشه اعمال صحیح نمیشه، به این خاطر اولین دعوت باید از توحید آغاز شه. فاینهم اطاعوا لذلک، اگر اینا را پذیرفتن، فاعلمهم ان الله، پس بدانن آنها را که یقینا الله افترض علیهم خمس صلوات فی کل یوم و لیله، که الله فرض کرده بر آنها پنج نماز را در یک شب و روز. در یک شبانه روز که 24 ساعت از چند نماز فرضه؟ پنج نماز. پنج نماز فرضه. ولی در مذهب حنفی همیشه یک چیز قذر متوجه باشین، یکی حنفی هست، یکی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. بسیار مسائلی است که به سوی امام ابو حنیفه رحمه الله نسبت داده شده که امام حنیفه از او خبر نداره، بعدها ساخته شد. در مذهبی است که مثلا کنز نشته میکنن که من لم یجید لم یجیب. در ارتباط به نماز یک نظریه است در این مذهب که اوقات برای نماز سبب هست، وقتی که سبب نباشه نماز ساقط میشه. اسباب برای نماز سبب هست، اگر سبب پیدا نشد باز دیگر نمازی وجود نداره. یه مشکل هست، جغرافیای دنیا را وقتی مطالعه کنی ببینی بسیار وقتهایی هست که بسیار جایی هست که سبب نیست، وقت نیست. بعض جایی هست که شش ماه شب هست، بعض جایی هست که یک ماه شب هست. این شما در بعض گزارش ها میبینید، برازیل مثلا که طلوع کرد آفتاب غروب کرد، در میان طلوع غروب چندان وقتی نیست. در اونجا فتوه همی است که نماز خوانده نشه، نماز خفتن، چرا که وقتش نامده. کنزم نشته کرده که لم یجیب، فمن لم یجید، کسی که نیافت سبب را، لم یجیب، نماز بروی او فرض نمیشه. ولی ای بسیار اشتباهی بزرگ است. نه خیر، قرآن پیامبری بزرگ اسلام میگه که نماز فرض است برای هر مسلمان در یک شب یا اون روز، خمس صلواتین، پنج نماز فرض است. اسباب اگر اوقات یافته شد خوب، وقت مطابق وقت بخوان، لیکن اگر اوقات پیدا نشد با ضرور نیست که تو وقت تعقیب کنی. مثال دلیل بری ازی دجال وقتی که میایه یک روز از او به منزله یک سال هست، روزی اولی ازی، روزی دوم شم مانند یک ماه، روز سومم به مسابه یک هفته، و دیگر روزهاش مثل روزهای ما و شما سیر میکنه در تمام دنیا. اصحاب پیغمبر بزرگ اسلام در فکر عبادت بودن، اونجا پرسان کردن که یا رسول الله، این یک روز یزی یک سال هست، ما در یک روز پنج نماز بخوانیم یا این که نماز یک سال بخوانیم، همچنین یک ماه و یک هفته؟ پیغمبر بزرگ اسلام در روی چی گفت؟ گفت که فقدرو له قدره، شما اندازه کنید. خیر، وقتی که یک سالی از او، یک روزی از او به مسابقه یک سال هست، شما پنج وقت نماز نخوانید. فقدرو له، اندازه کنین، به اندازه نماز بخونید. شما ببینید که در یک سال چند نماز میخونید، به ما اندازه شما نماز داره بخونید، در حالی که وقت در وقت در اونجا نیست، اسباب نیست در اونجا. فعلا که در این عصری که ما و شما زندگی میکنیم مسئله خیلی آسان شده. ساعت ها، ساعت مثلا از ما و شما میگه که
از دوازده یا دوازده و نیم تا باید نماز پیشین بخوان، نماز صبح چه وقت، دیگر در چه وقت شام خفتن، حالی که هیچ مشکل نیست. حتی در او وقت هم باید اندازه میکردن. اسباب، خلاصه کلام، اسباب اگر یافته شد خوب، لیکن اسباب اگر نباشه باز هم نماز فرض است. در یک شبانه روز پنج وقت نماز، خمس صلوات فی کل یوم و لیله، فاین متاع لذلک، اگر اونایی را پذیرفتن، فاعلمهم ان الله افترض علیهم صدقه، برای از اونا بدانن که یقینا الله فرض کرده بر اونها صدقه فی اموالهم، صدقه در جمله زکات، زکات را در مالشان، صدقه فی اموالهم، زکات در مال از اینا فرضه. از این چی را دانسته میشه؟ از این دانسته میشه که زکات در مال فرض است که مملوک انسان باشه. اگر مملوک انسان نباشه زکات اونجا نیست. مثل مال اوقاف، وقفی، هر مالی که وقفی است در او زکات وجود نداره. چی منقوله چی غیر منقول، زکات نیست اونجا. تؤخذ من اغنیائهم، گرفته میشه از اغنیای از اینها، از همون منطقه را، از کسایی که ثروتمندن از اونها اغنیا گرفته شد. از این اغنیائهم نظر جمهور ای هست که مال گرفته می شود زکات از طفل، از مجنون، دیوانه، از یتیم در وقتی که غنی باش. اما در مذهب حنفی ای است که از طفل گرفته نمی شود. چرا میگن نیت در زکات شرط است در حالی که طفل نیت ندارد؟ حدیث اینطور میگه که تو خود من اغنیائهم، زکات به نیت ارتباط نمیگیره، زکات از مال گرفته میشه. وقتی که مال باشه زکات بگی، من اغنیا، هر کس غنی است به زکات بده. تو خود من اغنیائهم، طفل باشه یا یتیم باشه یا هم که دیوانه باشه. و ترد فی فقرائهم، و ایره برگردانده میشه به فقیرهای او منطقه. حدیث هم دانسته میشه زکاتی که از یک منطقه گرفته میشه باید به فقیرهای همون منطقه داده شه. مثلا از یک ولایت، از ملوسوالی، از یک جای، اما فقیرهایی که در اون منطقه زندگی میکنن، در اون جا، در اون وطن، برای از اونها داده شد. تو خود من اغنیایی و تو ردو فی فقرایی، در خود فقیرها داده شد، به دیگه جا زکات انتقال داده نشد. گرچه ای افضلیت از بهتر هست. اگر جایی که ضرورت ندارن، بعضی هستن بعضی کشورا، بعضی جایی هست که اصلا فقیر نداره، کسی نیست که زکات تو را بگیره، باید در اونجا انتقال بده به دیگر جا. اگر در جایی که فقیر اونجا هست، محتاج در پالوت نشسته، دیگر نیاز نیست تو زکات از اینجا انتقال میدی به دیگر جایی میبری. حتی خویشاوندای انسان، کسایی که مستحق زکاتن، اونها را در نظر به صله رحم هم میشه و زکات هم برای از اونها پرداخته شد. قال محمد بن اسماعیل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحدث في هم يايا إي حديث هز وإي حديث بعدي هش كي از أبو هريرة آسيا، أول از أبو أيوب أنصاري، دوم از أبو هريرة، أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ایوب انصاری میگه که یعنی نبی صلی الله علیه و سلم، عن ابی ایوب ان رجلا، در روایت اولی است که ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و سلم، پیدا کردین؟ در روایت بعدی، یعنی روایت است از ابو هریره، روایت است که ان اعرابیا اتى النبی صلی الله علیه و سلم، پنج خط بعد پیدا شد. خب بهتره است که حدیث اول من متن شب خانم ترجمه لفظی کنم، بعد حدیث دوم گپ بزنیم. ان رجلا اتى للنبي قال للنبي، یک مرد آمد نزد پیامبر اسلام، قال اخبرني بعمل يدخلني الجنه، مرا آگاهی بده، خبر بده از عملی که او عمل مرا وارد جنت بسازه. قال ما له ما له، مردم گفت چی شده ایره چی شده ایره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عربا عرب ما له، یا عربا ما له، عرب به مشدد نیست، عربون ماله، احتیاج داره، نیاز داره، سوال داره، چی کار دارین ماله، چی شده ایره، چیزی نشده، سوال میکنه، یا عریبا نیازمند است، مفهوم یاره شکر. پیامبر اسلام برش گفت عبدالله، الله را عبادت کن، ولا تشرک به شیئا، شریک به الله مقرر نکن، و تقیم الصلاه، نماز بخوان، تو زکات بده، و تصل الرحیم، خویشاوندان را صله رحم کن. قال بعض حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عثمان
و ابوه عثمان ابن عبدالله انهما سمیع موسی ابن طلحه عن ابی ایوب عن النبی صلی الله علیه و آله قال ابو عبدالله امام بخاری رحمه الله میگه که اخشا ان یکون محمد غیر محفوظ ما میترسم که محمد محفوظ نباشد انما هو عمر سند ببینین در سندی است که محمد ابن عثمان پیدا کردین حدثنا عفص ابن عمر قال حدثنا شعبه عن محمد ابن عثمان امام بخاری رحمه الله میگه که در اینجا محمد ابن عثمان گفته شده ولی ما فکر میکنم محمد ابن عثمان سیه نباشه بلکه عمر ابن عثمان هست غیر محفوظی که در اینجا میگه اشاره به این میکنه که محمد ابن عثمان ضعیف هست نه خیر بلکه امام بخاری رحمه الله میگه که بجای محمد ابن عثمان عمر ابن عثمان هست فرق نمیکنه اگر محمد ابن عثمان باشه راوی ثقه هست اگر عمر ابن عثمان هم باشه باز هم راوی ثقه هست مشکل نداره خب عین حدیث بعدا حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حبان عن ابي زرع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم در این جایی است که یک اعرابی آمد نزد پیامبر اسلام در حدیث قبلی چی بود ان رجلا یک مرد آمد از پیامبر پرسان کرد ولی در این حدیث ای است که اعرابی آمد این حدیث و حدیث قبلی هر دو یک چیزه هر روایتی که در مجموع اعرابی باشن در او یک واقعه عجیب یا یک واقعه متعجب کننده حتما هست متوجه شدین؟ هر وقتی که در روایاتی اگر یک اعرابی می آید در او یک واقعه عجیبی حتما نهفته است کاری عجیبی شده اعرابی بادیه‌نشین دیاتی بادیه‌نشین دیاتی کسایی که از اطراف می آمدن طبیعی بود که از دین چندان آگاهی نداشتن و کسایی که در اطراف پیامبر اسلام بودن اونها آگاهی داشتن و اعرابی ها که ناآگاه بودن اطرافی لیکن عصر ما و شما تا حدی فرق میکنم توجه بشین مردم های شهرنشین او قدر تخصص دینی به شکل گستردگیش ندارد برعکس اطرافی ها خیلی سهم گرفتن شهری ها که کمتر سهم گرفتن که دارن ولی تو نیک بیخ نباشن اما کمتر هست و چی شهری چی دیاتی فرق نمیکنه مهمی است که در او زمان دیاتی ها چندان مردم آگاه از دین نبودن این اعرابی آمد اعرابی در اخیرش یا وقتی که میمونه یک دیاتی نشین زمانی که اعرابون میگن یا نداره منو دیاتی ها با جمع میشه ای آمد اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی بعضی ها میگن که ای سعد ابن اخرم نام داشت بعضی ها میگن لقیت ابن سبیره بعضی ها میگن خود امی ابو ایوب انصاری والله علی مرکز که باشه فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه گفت نشان بده برا و عملی را که زمان این که عمل کنم و داخل شوم در جنت در راه پیامبر اسلام در شتر سوار بود یا آمد لگام شتری پیامبر گرفت در حدیث قبلی تیر شد که مردم پریشان شد گفتن ماله و ماله چی شده ای را چرا شتری پیامبر لگام شد گرفته پیامبر اسلام گفت هیچ گپی نیست نیازمند است مسئله پرسان میکنه گدایی پول نمیخواه مال بلکه دین خود میخواه یاد بگیره از جمله سوال های عزیز بود که مرا عملی نشان بده که دخلت الجنه و عمل مرا به جنت برسانه دخلت الجنه اذا عملت دخلت الجنه اسباب دخول جنت دو تا سبب برای دخول جنت وجود داره یک عمل دوم رحمت الله یک سبب ظاهری هست دوم سبب حقیقی سبب ظاهری دخول جنت اعمال هست عملی که ما شما انجام میدیم قرآن عظیم شان هم اعمال بالاش تاکید زیاد کرده و گفته عمل سبب دخول جنت است ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار کسایی که عمل کردن لذی یقیمون الصلاه والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم محافظون اولائک فی جنات مکرمون کسایی که اعمال انجام میدن یا عمل زنا بالاخره یارا به جنت میرسن یکی اسباب ظاهری است که انسان به جنت میبره که عمل هست
دوم سبب حقیقی. سبب حقیقی رحمت الهی هست. تا که رحمت الله نباشه کس به عملش به زور عمل به جنت نمیره. چرا؟ اون نعمت سرشاری که در جنت هست با یه عمل خردریزه ما و شما مقایسه نمیشه. پیامبر بزرگ اسلام گفت که هیچ کس به جنت نمیره تا که الله به او رحم نکند. پرسان شد که ولو انت یا رسول الله تو هم رفته نمیتانی؟ گفت نه من هم رفته نمیتانم الا ان یتغمدنی الله برحمتی، مگر که الله مرا بر رحمتش بپوشانه. پس سبب حقیقی رفتن به جنت رحمتی الله هست، ولی عمل هم یکی از اسباب ظاهری است. و ایرم نباید فراموش کنیم که تا رحمتی الله نباشه انسان عمل کرده نمیتانه. امی که تو یک بار خودم پیدا میکنی که در صف نماز ایستاد هستی، باید خیلی خوشحال شوی و شکری الله را به جا بیاری. وقتی که تو میبینی در نیمه شب تهجد میخوانی، باید شکری الله را به جا بیاری. وقتی میبینی تو زکات میدی و میبینی یک کار دین انجام میدی، باید تو متوجه باشی که رحمت الله شامل حال تو است و تو را الله در چادر رحمتش پیچانده. که ورنه هستن بسیار کسایی که امی توفیق برشان داده نشده. تا که رحمت الله نباشه، توفیق الله نباشه، انسان عمل نمیکنه. یک لحظه از رحمت الله دور بودن، گناه انسان از رحمت الله دور میسازه. سفیان ثوری رحمت الله علیه محدثی بزرگی است، او میگه یک گناه از ما سر زد. یک وقتی 18 شب ما از تهجد محروم شدم. ها انسان که از تهجد شب نمیخوانه، ای تو فکر نکنیم ما و شما که خلاص خیر خیرت است. نه خیر، رحمت شامل حال من نشده. الله متعال در رحمت در او چادر رحمت انسان را نپوشانده. ابو سفیان ثوری را مطلع علیه میگه ما با انجام یک گناه کوچک چند شب دیگر محروم شدم از تهجد خواندن. امی که همت الله برای تو میده، تو وضو میکنی، در صف نماز میری، شب از بستر نرم استاد میشی، تو نماز میخوانی، از چشمانت اشک میریزه از ترس الله. این رحمتی الله است که تو را شامل حالش گردانده. تا که رحمتی الله نباشه که انسان عمل نمیکنه. خب بالاخر باز هم عمل هم برمیگرده به رحمتی الله. اصل حقیقتا رحمتی الله است که انسان به جنت میبره. مرا نشان بده یک عملی را که برای راست مرا به جنت ببره. پیامبر اسلام گفت صحیح است، تعبد الله ولا تشرک به شیئا. خب خیر، او گپای گرامریش ان تعبد الله و تشرک و گپارا میگذاریم. تعبد الله ولا تشرک به شیئا در آموزه های پیامبری بزرگ اسلام و شرک و توحید بسیار تاکید شده. خودداری از شرک و دعوت به سوی توحید. چرا؟ به خاطر که در هر عملی که شرک است الله او را نمیپذیره. انا اغنى شرکای یعنی شرک، ما بیزار استم از او عملی که خاطری دیگر کسم در او گرفته شود. یعنی عمل برای ما انجام میدی، یک بخش به دیگرم انجام میدی، و عمل الله متعال قبول نمیکنه، ریاکاری را قبول نمیکنه. با کمال تاسف رواج هایی که قوم ما و شما در او غرق شده، این رواج ها جنبه ریایی داره. یا عرف ها همه نشأت کرده از ریاکاری، به همه خاطر که عرف بالای ما حاکم شده، ما از خودداری کرده نمیتونیم. الله نجات بده از عرف خور بسا بد چیز از عرفی بد. بعد از مرگ خیرات هایی که میشه میگن که خیر حال پلاو پخته نکرده اگر گوسفند چی؟ میگن نه مردم چی میگه؟ مردم چی میگه؟ پس معلوم شد که در این عمل اخلاص نبوده، یه عمل به خاطر الله انجام نشده، بیچاره وفات کرد، دوسیه زندگیش پیچانیده شد و بند شد، او رفته و محتاج است و این پلاو خوردن هایی که اینجا هست ای هم کدام فایده نداره. و قدمنا الی ما عملین فجعلنا و هوا منثورا. روز قیامت میاد که عملش هیچ فایده نداره، در حالی که سخت نیازمند است. فقط یک ریپیا به خاطر رضای الله خاموشانه بر یک کسبت سوا بر از او بخش، مثل کوها پیش الله ارزش داره. اگر تو گاو زب کنی، گوسفندا را بکشی، پلاو پخته کنی، چون که رواج است، بر ریا انجام شده، کدام سودی نداره. شرک بدترین چیز هست. تقیم الصلاة المکتوبه، همیشه بخوان نماز فرض را، و تو ادی از زکات المفروضه و بده زکات فرض کرده شده را، و تصوم رمضان و روزه بگی رمضان را، ماه مبارک رمضان، ای تو را به جنت میبره.
یا اعمال وقتی که تو انجام دادی یا اعمال تو را میبره به جنت. قال والذی نفسی بیده لا ازید علی هذا ولا انقص. و دیگر روایت نی ولا انقص. گفت و شخص که سوگند به الله که من زیاد نمیکنم ازی و کم هم نمیکنم. در دیگر روایت نیه پیامبر اسلام برای ازی گفت که نماز بخون، روزه را بگی، زکات بده. گفت و ازی دیگر من زیاد هم نمیکنم کم هم نمیکنم. چرا؟ به خاطر که زیاد کردن در فرایض ای بدعت است و بدعت که ناروا است. چهار رکعت نماز فرض است در پیشین. کسی میگه من خیلی متقی هستم چهار رکعت نمیخوانم، بلکه چهار رکعت میخوانم پنج رکعت، و ای بدعت میشه. الله تعالی نه چهار قول میکنه نه پنج. زیادت در دین ناروا است. به خاطر میگه لا ازید. دیگر روایت میخواد بخاری است که لا انقص، کم نمیکنم معزی. چرا؟ کم کردن در عبادات فسق است. کسی که عمل ترک میکنه او فاسق است. وی میخواه بگوه که لست مبتدعا ولا فاسقا، نم مبتدی هستم که در دین نواوری داشته باشم و نم که فاسق هستم. لا ازید ولا انقص، کم نمیکنم زیاد نمیکنم. مقدار بری من درس داده امیر ما بیاد خود میسپارم. فلما ولا، وقتی که شخص روی گردان، قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر بزرگ اسلام بر یزید گفت که من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، کسی خوش داره این که ببیند به سوی مردی که او در دنیا را میره ولی جنتی است، فلینظر الى هذا، ام شخص ببینه. یعنی این شخص جنتی هست. ما یک دیاتی که آمده ناو یک دو مسئله پرسان کرده، او هم با همو با اصلاح روشهای دیاتیگری خود که لگامی پیامبر شطری پیامبر گرفته، میگه چند مسئله پرسان که متوجه باش، دیگر آمی ترسن که چی گفت شده. ولی پیامبر اسلام میگه که اگر کسی میخواه شخصی را در دنیا ببینه ازال جنت، اینه میکسه ببینه، فلیندر الها. ولی اینجا یک سوال هست، متوجه سوال باشین. سوالی است که سه عمل برای از پیامبر اسلام گفت: روزه، نماز، زکات. نوافل، سنن رواتب، نوافل مستحبات، ای چیزها را ای گفت که من دیگه نمیخوانم، خلاص فرض میخوانم دیگه نمیخوانم. با این هم پیامبر اسلام را گفت که از اهل جنت است و جنت میره. باید ای سنن رواتب میخوان، نوافل، تعجد، همه چیزها باز مناسبی بود که از اهل جنت میشد. اما در اینجا پیامبر اسلام را جنتی هم خوان، در حالی که آدم قسم یاد کرد که دیگه ازی من زیاد هم نمیخوانم. جواب ازی است که این شخص گفت که لا ازید و علا هادا، ما ازی زیادتر دیگر عمل نمی کنم. معناشی است که لا ازید و علا البیان، ما آنچه که از پیغمبر یاد گرفتم وقتی بر می گردم من حیث یک دعوتگر به سوی قومی خود به قریه خود می روم، در این تعلیم اضافه نمی کنم. مثلا پیغمبر برای ما گفته که زکات بده، روزه بگی و نماز بخوان. برای ما می گفت، می گفت روزه بگیرید، نماز و زکات بده. ما از پیش خود چیزی اضافه نمی کنم. بعضی تو جواب دادن، بعضی ها گفتن که لا ازید و علی الفرائض، این فرضهایی که پیامبر برای ما گفته در این فرض من زیادی نمی آورم. اما گفت دیگه مثلا چهار رکعت فرض پیشین، دو رکعت فرض صبح و چهار رکعت فرض عصر، دیا ما نمیگم که بجای چهار رکعت پنج رکعت بخونی، بجای دو رکعت که سه رکعت، دیا ما زیادی در بیان خود یا در عمل خود. این دوم جواب، ولی جواب هست در حد یک جوابی محدثانه است، خوب است، اما او قدر بدل انسان نمی چسبه. اصل امام مسلم رحمت الله علیه روایت آورده در باره از زهری. زهری یک محدث بسیار بزرگی است، ابن شهاب زهری. او میگه و کان ذالک فی ابتداء الاسلام، او زمانی که او شخص آمد پرسان کرد ابتداء اسلام بود، همین مقدار فرایض بود، دیگر نوافل و چیزی تا هنوز لازم نشده بود. به این خاطر گفت که لا ازید علی هذا ولا انقص. چه مقدار فرایضی که بود، چه مقدار مکلفیت و مسائلی که بود، به او عمل کرد. به این خاطر پیامبر اسلام را چی خواند؟ جنتی. ولی در اینجا پیامبر اسلام برش گفت که خیر، حال نارا تو یاد بگی، باز بعدا که اسلام یاد گرفتی ایسا ایسا. یا یک نوع دعوت هست، در آغاز آدم بعضی مسائل آسانتره بر کسی را دعوت میتی میگه و مسائل دیگری هم بعدا آیسه آیسه خودی از او میفهمه. اینجا یک مسئله دیگری است که سنن و رواتب، سنت های رواتب که مثلا دو رکعت نماز سنت صبح،
و 6 رکعت پیشین، 2 رکعت شام و 2 رکعت خفتن. اینا را میگن سنن رواتب، مرتب خواندن. ترک از اینا چه حکم داره؟ در این باره دو نظر وجود داره. یک، بعضی میگن که ترک این سنت هیچ گناهی نداره، لیکن این نظر ضعیف هست و بدون دلیل. نظری هست در حد یک نظر، ضعیف است و بدون دلیل. دوم نظری است که سنن رواتب، با ترک سنن رواتب انسان میشه فاسق، فترد شهادته، انسان مردود شهاده میشه. کسی که سنن رواتب ترک میکنه بدون عذر، وی مردود شهاده است. البته در بعضی موارد گپی نداره، مثلا در سفر سنن رواتب خوانده نمیشه، ویتر خوانده میشه. سنن رواتب خوانده نمیشه، یکی افغانستان ما هم رواج داریم، اولی که موتر حساب نمیکنه، بزار با مشکل اگر قناعت بتی دریوره که خیر نمازش پیشینه بخوانیم باز میریم، موتر که احساس شد با نماز جناب خلاص نمیشه. قصرم نمیخوانه، او 4 رکعت فرض میخوانه و سنت های پیشینه میخوانه و 6 رکعت آرام اونجا نشسته است نماز. نه جانم، 2 رکعت فرض بخوان حرکت کن، و اگر بسیار ضرورت شدید اگر داری جمع بین صلاتین هم کرده میتونی. خب بهتر هم است که هر نماز در وقت خودش خوانده شود، لیکن اگر میبینی نیاز هست باز جمع هم کرده میتونی. ویتر ولی خوانده میشه، برعکس اگر نوافل فرصت داری در اتاق تو هستی باز نوافل بخوان، ولی سنن رواتب نیست. لاین عمر میگه که لئن کنت سبحت لاتممت، اگر ما قرار می بود که سنن رواتب هم میخواندم باید فرض 4 رکعت میخواندم نه 2 رکعت. ولی تاریکی سنن رواتب در عام حالات بدون مریضی، بدون کلام مشکل، مثلا گاگا ضرورت اگر میشه خیره، ولی دائما یا علی الاکثر اکثرا سنن رواتب گذاشتن، یه انسان میشه فاسق و مردود شهاده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله در مجموع الفتاوی را یادآور شده، علامه نووی رحمت الله علیه در شرح همین حدیث در شرح مسلم اینجا او یادآور شده، ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه هم یادآور شده. همه از این عبارات چون یکی است که فطورت دو شهادته، شهادت انسان مردود هست، سنن رواتب نباید ترک کرده شود. لا ازید علی هذا ولا انقص، معناش گفتیم من سره ان ينظر الى هذا من ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، بعد بسوی ازی شخص ببینه، بسوی شخص ببینه دو معنا کردن. بعضی گفتن همین شخص ببینه، همین کسی که سوال کرده همین جنتی است. بعضی میگن فلینظر الى هذا، بسوی او کسی ببینه که دارای این صفات هست، هر کس همین صفات داره او جنتی است. ولی شرح اولی راجی هست، بلکه پیامبر اسلام به سوی شخص معین اشاره میکنه، نمی شخص است که جن. ورنه کسایی که پابند نمازن درسته، ظاهر شون ما گفته میتونیم که مسلمان است، ولی او را از اهل جنت گفته نمیتونیم، چرا که از حالت قلب از او ما خبر نداریم. امکان داره روزه بگیره، امکان داره نماز بخونه، ولی در قلبش ایمان هم نباشه، همین یک مشکل هست. حدثنا مسدد، یعنی به ادامه اماس، حدثنا مسدد عن یحیی عن ابی حیان قال حدثني ابو زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، دي روايات عم هات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا
رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصاب.